تابستون مثل بیماری تبدار که کم کم حالش بهتر میشه، آروم آروم جای خودش رو به فصل پاییز میداد. در مزارع اشتراکی کار پنبه‌چینی شروع شده بود. معلم‌ها خونه به خونه میگشتن و از بچه‌ها ثبت نام میکردن و به بچه‌هایی مثل من که بالاتر از کلاس اول بودیم سفارش میکردن که کتاب‌هامون رو از حالا تهیه کنیم و روز 31 آگوست در مدرسه جمع بشیم. به این ترتیب همه بچه‌ها در فکر آماده شدن برای اول سپتامبر بودن. بعضیا پدر یا مادرشون رو با فهرست لوازمی که احتیاج داشتن به بازار میفرستادن و بعضی خودشون برای خرید میرفتن. من هم در فکر خرید لوازم مدرسه بودم. بالاخره روز بازار فرا رسید. پدرم که زیر سایه بید نشسته بود و نون و دوغ میخورد به من گفت: من که نمیتونم برم، خیلی کار دارم، باید برای گوسفندها علوفه زمستونی جمع کنم. از طرف دیگه کار مزرعه اشتراکی هم هست، باید تلهای دور کرتها رو صاف کنیم تا ماشین به راحتی بتونه عبور کنه. تو خودت تنهایی برو. الان که پول ندارم. اونجا توی کیسه برنج سفید اعلی هست، از اونها 20 کیلویی ببر، به 8 یا 9 مانات میخرن. با اون پول برای خودت کتاب بخر و اگه از پول چیزی اضافه اومد برای منم 1 کیلو نبات بخر. وقت سحر اگه با الاغ راه بیفتی تقریبا وقت گرم شدن بازار به اونجا میرسی. الاغت رو تو کاروانسرا میبندی. کاروانسرا با بازار غله فاصله زیادی نداره. اون طرف بازار غله بازار میوه و دکانای دیگه هستن. 20 کیلو برنج رو به بازار غله میبری. اگرم زورت نرسید از یکی خواهش کن که کمکت کنه. به بازار غله که رسیدی کنار شالی فروشا میستی و نگاه میکنی اونا به چه قیمتی میفروشن. تو هم به همون قیمت میدی. هر بازاری برای خودش قیمتی داره. 2-3 بار که خریدارا قیمت کردن و قیمت دستت اومد میتونی برنج رو بفروشی. با یه مانات یا نیم مانات ارزونتر یا گرونتر چیزی عوض نمیشه. بازار این طوریه، کم و زیاد داره. جاده سنگی رو میگیری یا میری؟ غیر از تو کسای دیگه هم هستن که با اسب و الاغ به بازار میرن. بعد از صحبت‌های پدرم خودم رو برای رفتن به بازار آماده کردم. با اینکه از جنس فروختن در بازار خوشم نمی اومد و خجالت میکشیدم، آماده شدم تا برای اولین بار به تنهایی به بازار برم. همونطور که پدرم گفته بود عمل کردم. اول الاغ رو آب دادم، بعد غذا و بعد از اون از یونجه های گلدار جلوش ریختم، چون بایستی روز بعد منو به بازار می برد و بر می گردند. برنجی رو که فردا به بازار می بردم نامادریم بایستی آماده می کرد، اما پدرم مجبور شد خودش این کار رو بکنه، چون نامادریم همیشه ظهرها چرت می زد. اگه ظهر نمی خوابید دیگه حال انجام هیچ کاری رو نداشت. پدرم 20 کیلو برنج رو اندازه گرفت و توی گونی ریخت. بعد نصف سطلی هم که تقریبا 2 کیلو میشد اضافه ریخت تا کم نیارم. و سر کیسه رو با تناب کنفی طوری بست که بشه مثل خورجین روی الاغ گذاشت و روی اون نشست. سر گونی رو که باز کردن 2 نفر دستشون رو تو اون فرو بردن. از کارشون خوشم نیومد. ببینم پسر، برنج مال کیه؟ پدرت کجاست؟ پدرم تو خونه است. برنجم مال منه و میفروشم. اوهو، تو میتونی برنج بفروشی؟ عصبانی شدم اما سعی کردم به روی خودم نیارم. چرا نتونم بفروشم؟ یکی از اونا به صورتم نگاه کرد و گفت: خب
گفتن چند بفروش؟ گفتم به هر کی که بفروشم به شما دو نفر نمیفروشم. ولی اونها باز اصرار کردن. ببین پسر، اگه میفروشی 7 مانات میدم. سرمو تکون دادم، یعنی نه. فروشنده نیستی. منم تو دلم گفتم خریدار نیستی. و سرم رو به طرف دیگه برگردوندم. از بخت بد من عده زیادی برنج برای فروش به بازار آورده بودن. به هر جا که نگاه می کردم برنج بود. فکر این که نتونم برنج رو بفروشم آزارم می داد. 2 نفری که برای خرید برنج پیشم اومده بودن 3-4 بار از جلوم به این طرف و اون طرف رد شدن و وانمود می کردن که جنس های فروشنده های دیگر رو نگاه می کنن. اما چشمشون رو کیسه من بود. کمی بعد اونها رو دیدم که با 2 پسر موجولیده حرف می زدن و با حالتی مرموز منو نگاه می کردن. احساس ترس تمام وجودم رو گرفت. به خورشید نگاه کردم. ظهر شده بود. با خودم گفتم بهتره برم. هفته دیگه دوباره میام. باز اون 2 مرد سر رسیدن. پسر 7 ماناتو بگیر و برنجا رو بده. راضی شدم. گفتم بگیرید. اونا کیف کردن. یکی مشغول خالی کردن گونی برنج شد و دیگری پول رو از جیب بغلیش در آورد و یه اسکناس 5 ماناتی و 2 تا 1 ماناتی به من داد. پولا رو توی مشتم گرفتم و گونی رو زدم زیر بغلم و به طرف بازار میوه به راه افتادم. اونجا همه چیز بود. هر کس چیزی می خرید. خربزه، هندوانه، گوجه فرنگی، خیار، انگور. یک جا نوعی نوشیدنی به اسم آب قرمز می فروختن و در یک گوشه توی 3-4 تا ماشین مشغول فروش کتاب بودن. بازار پر از همهمه بود. واو، چقدر آدم. با تعجب آدمها رو نگاه می کردم که به یاد خرید کردن افتادم. خب اول از کدوم یکی شروع کنم؟ اول برای پدرم نبات می خرم و بعد برای خودم کتاب. با این فکر به طرف دکونای شکلات فروشی که جلو اونها صف بسته بودن به راه افتادم و دکونا رو یک به یک نگاه کردم. فقط توی 2 تا دکون نبات داشتن. مردم اونجا صفی طولانی درست کرده بودن. منم توی صفی ایستادم. هنوزم از شلوغی بازار تعجب می کردم. بالاخره نوبتم رسید. گفتم 1 کیلو نبات بده. دستم رو بردم به جیبی که پول رو توی اون گذاشته بودم. قلبم تکون خورد. جیبم خالی بود. پارچه توی اون برگشته بود. انگار آتیشم زده. اطرافم رو نگاه کردم. اون 2 تا پسر ژولیده‌ای که اونها رو تو بازار غله دیده بودم دوون دوون از اونجا دور می شدن. آی پسر، نباتت رو بگیر. بغضی راه گلوم رو گرفته بود. بدون اینکه بتونم چیزی بگم ایستادم. چی شده پسر؟ نفر پشت سریم که جیب برگشته منو دیده بود به جای من جواب داد طفلکی پولشو دزدیدن. چشمم سیاهی رفت. چیزی نمیدیدم. فقط میشنیدم که میگفتن آخ 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 چقدر بد شد. نمیدونستم چه کار کنم. دلم میخواست گوشهی بشینم و بزنم زیر گریه. اما از مردم خجالت میکشیدم. حالا چی کار کنم؟ چطوری به خونه برم؟ به پدرم چی بگم؟ نامادریم حتما خیلی غرغر میکنه. چطوره از یکی خواهش کنم و مقداری پول از او بگیرم؟ نه، نباید مثل گداها از کسی پول بخوام. دلم به درد اومد. با خودم نالیدم خب دیگه بازار، از تو خیلی ممنونم. برای اولین بار که اومدم با من چنین رفتاری کردی.
نمیدونم چطور الاغ رو از کاروانسرا گرفتم و چطور راه افتادم. یه دفعه دیدم که به وسط راه رسیدم. عصر شده بود. از جاده آسفالت اتوبوسا و بازاریای موتور سوار شاد و خوشحال رد می‌شدن و در جاده خاکی هم بچه‌های مثل خودم با اسب و الاغ از کنارم می‌گذشتن، در حالی که از خرید کیف و دفتر و کتاب شادمانی می‌کردن. انگار الاغ هم سکوت منو فهمیده بود و به آرومی راه می‌رفت. من از بس گریه کرده بودم خسته شده بودم. دیگه نمیتونستم گریه کنم. بعضی وقتا نفس‌های عمیق می‌کشیدم. سر راهم یه نهر آب بود. الاغم رو از همونجا آب دادم و دستوروم رو هم شستم. دلم کمی باز شد. خیلی ازت ممنونم ای آب گلالود. تو با این که گلالودی ولی دل منو صاف کردی. بین راه دوباره یاد بازار افتادم. یاد برنجی که فروخته بودم، یاد کاشت و داشت شالی، پولی که از من دزدیده بودن، سفارش پدرم که گفته بود براش نبات بخرم و در فکر غوغایی بودم که هنگام رسیدنم به خونه برپا می شد. ای بازار، تو هم مثل نامادریم در برخورد اول به من روی خوش نشون ندادی و در اولین برخورد کاری کردی که از تو بدم بیاد. واقعا که کار تو همیشه باید دزدیدن باشه. ای برنجی که فروختم، دونه های برنج من، دونه های سفید برنجی که شبیه قطره های عرق پیشونی پدرم هستی، تا وقتی داخل کیسه بریزمتون چه رنج ها که نبردی. پدرم به خاطر کاشتن و نگهداری کردن از شما کمر درد گرفت. ای سفارش پدرم، با اینکه اولین سفارشی بودی که پدرم به من کرده بود، اما برآورده نشدی. آیا از این به بعد پدرم چیزی به من سفارش میکنه؟ شاید سفیدی موی پدرها به خاطر سفارش هایی باشند که به پسرای خودشون میکنن ولی انجام نمیگیرن. رفته رفته سپیدارهای جلو خونمون دیده شده. چراغهای خونه‌های آبادی به من چشمک می‌زدن. انگار می‌خواستن عصبانی می‌کنن. اصلاً برای رسیدن به خونه عجله نمی‌کردم. احساس می‌کردم که اگه دیر به خونه برسم، غصه‌هام کمتر می‌شن. به خونه که رسیدم، شام رو تازه کشیده بودن. پدرم با دیدن حالت و قیافه من نگران شد، اما با حوصله و آرامش پرسید: چیزی شده تیرکش؟ به جای جواب دادن گریه کرده. آخه بگو چی شده؟ کسی کتکت زده؟ نامادریم گونی خالی برنج رو نشون داد و گفت: کیسه که خالیه، چیزی هم نیاورده، حتما پولشو دزدیدن. یتیم چه یه دست و پا چلفتی. باز بغض گلومو گرفت. پدرم با آرومی پرسید: همینطوره؟ من در حالی که گریه می کردم به زور تونستم بگم بله. پدرم نگذاشت که گریم ادامه پیدا کنه و دلداریم داد. هرچی بود پدر خودم بود. عیبی نداره، گریه نکن. پول یه گونی برنج که چیزی نیست. دیر که کردی حد زدم که باید اتفاقی افتاده باشه. حتما ولگردای محله قلا دزدیده. اگه با دست خودت برنجا رو توی رودی میریختی که از قلا رد میشه، به این اندازه ناراحت نمیشده. این که گفتم، فکر نکن پدرت برای برنج ها ناراحته. نه، به خاطر این ناراحتم که تو اولین بارت بود که به بازار رفتی و این اتفاق برات افتاد. عیبی نداره، همون که خودت به سلامت رسیدی برام بسه. هفته دیگه با هم به بازار میریم. برو برو دستورت رو بشور، بیا شام بخوریم، ما هم منتظرت بودیم. سر شام نامادری میخواست غرغر کنه، اما پدرم طوری سرش داد زد که همه با ترس از جا پریدیم.
بعد از اون انگار نامادریم زبونش رو قورت داد، چون اصلاً صداش در نیومد. پدر جان، خیلی از تو ممنونم که اون دفعه نگذاشتی نامادریم منو اذیت کنه. تو پدر خود من بودی، ناپدری من نبودی. حتماً به خاطر همون بود که نه اون شب و نه هیچ وقت دیگه به خاطر این اشتباهم هیچ سرزنشم نکردی و یادی هم از اون نکردی. با اینکه گفتن خربوزه از خربوزه رنگ میگیره، اما تو چندین سال بود که با نامادریم زندگی میکردی و رنگ نامادریم بر تو اثر نکرد. تو برای خودت رنگی داشتی پدر. برای فارغ التحصیلای مدرسه ابتدایی جشن بزرگی برپا می شد. مراسم رو مدیر مدرسه شروع کرد. اول به خاطر اینکه مدرسه ابتدایی رو پشت سر گذاشته بودیم تبریک گفت و بعد سفارش کرد که تا پایان کلاس دهم درس رو ادامه بدیم. بعد اسم منو خوند و به جایگاه احضارم کرد و گفت دانش آموزان، یکی از هم کلاسی های شما دوره 8 ساله مدرسه رو با نمره‌های عالی به پایان رسونده. او تیرکش سیدوفه. اجازه بدید که از طرف انجمن مربیان و از طرف شما برای او آرزوی موفقیت در تمام مراحل تحصیلات کنیم و تقدیرنامه او رو تقدیم کنم. در میون هیاهوها و کف زدنها تقدیرنامه رو گرفتم و به سر صف برگشتم. به محض رسیدنم تقدیرنامم دست به دست بین بچه ها گشت. در اون لحظه اونقدر خوشحال بودم که حد نداشت. همه منو با روی خندون نگاه می کردن. انگار تمام دنیا داشت به روی من لبخند می زد. متشکرم هم کلاسی های عزیزم. من اگه چیزی کمتر از شما نداشته باشم می دونم که بیشترم ندارم. تا به امروز من خودم رو از شما کمتر می دونستم. نمیتونستم خودم رو کمتر ندونم. لباسی که میپوشیدم و به مدرسه میومدم، تکنونی که در زنگ تفریح میخوردم و مادری که در خونه داشتم، همه اونها از مال شما پستر بودن. اگه در جمعی بدیها گفته بشن خیلی بد میشه. درست به عکس، اگه خوبیهات رو تعریف کنن آدم چقدر تشویق میشه. در اون لحظه باز یاد مادرم افتادم. آرزو کردم که این شادی رو میتونستم با مادرم تقسیم کنم. کاش میتونستم جایزم رو به اون نشون بدم و او رو خوشحال کنم. اما به پدرم که میتونستم نشون بدم. او که خوشحال میشد. بعد از سخنرانی مراسم خداحافظی شروع شد. شبیه یک جشن عروسی کوچیک بود. میزهای تزیین شده پر از خوردنی‌های مخصوص جشن بود. غذاها رو دخترهای همکلاسی و خانم معلم‌هامون درست کرده بودند. با صحبت‌های مدیر مدرسه جشن خداحافظی معلم‌ها با دانش آموزان و دانش آموزان با مدرسه و همکلاسی‌هاشون که با هم وارد یک کلاس شده بودند و 8 سال با هم نشسته بودند و با هم خارج شده بودند شروع شد و معلم‌ها از حالت رسمی بیرون اومدند. تا به اون روز چقدر اشتباه کرده بودیم که از معلم شیمی و جغرافیمون رحیم بای و معلم ریاضی و زمینشناسی بیسن بای بدمون می اومد. به ناحق به اونها لقب اخمو داده بودیم و وقتی سر کلاس نمی اومدن خوشحال شده بودیم. اونها به خاطر یاد دادن درس با ما تند برخورد می کردن. جشن خداحافظی دخترهای هم کلاسیمون رو به گریه انداخت، چون از حرفایی که زده می شد و آرزوهایی که از دل بر می خواست بوی جدایی می اومد. جشن خداحافظی به ما یاد داد که هنگام جدایی باید از همدیگه راضی باشیم. به ما یاد داد که قبل از جدایی باید همه اشتباهاتی رو که قابل گذشتن ببخشیم. ما اینها رو از صحبتهای بیسن بای معلم فهمیدیم.
او از همکلاسیمون خدر یاد کرد که به خاطر خطایی که کرده بود همیشه خجالت میکشید و از او گریزان بود. به او گفت که دیگه خجالت نکشه چون خیلی وقته که او رو بخشیده. اتفاقی رو که بین بیسنبای و خدر افتاده بود همه ی همکلاسی ها میدونستن. به خاطر همین وقتی بیسنبای به اون اشاره کرد همگی خندیدیم. اما معلمای دیگه که خبر نداشتن با اصرار از او خواستن که اون ماجرا رو تعریف کنه. با اینکه خدر از خجالت داشت آب می شد، بیسنبای مجبور شد خواهش معلمها رو قبول کنه و اینطور شروع کرد. یه روز پای تخته داشتم مسئله حل می کردم که گفتن مدیر کارم داره. رفتم و چند لحظه بعد برگشتم. در کلاس رو که باز کردم یه چیزی خورد وسط پیشونیم و عشق از چشمام در آورد. بچه ها شروع به خنده کردن. چیزی که به پیشونیم خورده بود یه پاکون تازه بود. روشم نوشته شده بود خدر. می‌خواستم بپرسم این چه کاری بود که کردی؟ اما خدر خودش بلند شد و گفت ببخشید آقا معلم، من می‌خواستم اون رو به امانگل بدم. امانگل همیشه رو نیمکت دم در می نشست و خدر آخر کلاس. گفتم نمیشد خودت بیاری؟ جواب داد فکر کردم شما سر می رسید و میگید چرا توی کلاس قدم می زنی؟ گفتم نمیشد آروم تر بندازی؟ جواب داد فکر کردم که به اون نمی رسه. چی می بایست می گفتم؟ نه تونستم سرزنشش کنم، نه تونستم سرش داد بزنم. پاکون با اینکه کوچیک بود خیلی سفت بود و گیجم کرد. بعد از این خنده و شوخی که کسی رو هم ناراحت نکرد، گفتن که از دانش آموزان هم باید یک نفر صحبت کنه. چطوره از بین دانش آموزان شاگرد ممتاز تیرکش صحبت کنه؟ لیمونات ها رو بگذارید روی میز و آماده شنیدن صحبت های دوستتون بشید. نه در خواب و نه در بیداری فکر نمی کردم که مدیرمون برای صحبت در چنین جمعی از من دعوت کنه. من آمادگی قبلی نداشتم و با این حرف مدیر داشتم در خودم می پیچیدم، اما نتونستم از دستور مدیرمون سرپیچی کنم. در حالی که لیوان لیمونات توی دستم می لرزید، به ناچار از جام بلند شدم. آموزگاران گرامی، من همیشه دلم می‌خواست بزرگ بشم و برای بزرگ شدن عجله می‌کردم. من دوست داشتم هر چه زودتر از یتیم بودن بیرون بیام، چون به آدم بزرگ یتیم نمیگن. امروز به دروازه بزرگ شدن نزدیک شدم و تا چند سال دیگه اون دروازه رو باز خواهم کرد. نه تنها من، بلکه همه ما دانش آموزان از شما به خاطر زحمت‌هایی که کشیدید و چیزهایی که به ما یاد دادید متشکریم. همکلاسی‌های عزیزم، از شما خواهش می‌کنم دل این معلم‌های مهربونمون رو که امید فراوانی به ما دارند مثل شیشه‌هایی که با توپ می‌شکنیم نشکنید. همکلاسی‌هام و معلمامون همگی خندیدن. این خنده ها به مدت 8 سال دوست و همراه من بودن. این خنده ها نشونه ی تمسخر و تحقیر نبودن و من اونها رو هیچگاه از یاد نبردم.